رئیس جمهور غنی در نشست ژنو جزئیات طرح صلح دولت افغانستان با گروه طالبان را ارائه کرد. در این طرح تأکید بر اهمیت و اعتباردهی بر قانون اساسی، بهبود روابط افغانستان با جامعه جهانی و پیشبرد روند گفتگوهای صلح به رهبری حکومت افغانستان تأکید شده است. رئیس جمهور غنی گفته است که تطبیق طرح صلح حکومت افغانستان با گروه طالبان به 5 سال زمان نیاز دارد. طرح جدید صلح نقشه رای صلح برای حرکت به پیش است. این طرح پس از مشورت با نمایندگان اقشار مختلف مردم افغانستان تهیه شده است. تطبیق این طرح برای تأمین صلح در کشور به 5 سال زمان نیاز دارد. همزمان با این، ریاست جمهوری اعضای هیئت 12 نفری مذاکره کننده با گروه طالبان بر ریاست عبدالسلام رحیمی رئیس دفتر ریاست جمهوری را معرفی کرده است. در همین حال ظلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان میگوید که واشنگتن برای رسیدن به صلح در افغانستان شتاب میکند. ما باور داریم و تمام طرف های جنگ به شمول طالبان میگویند که نمیتوانند از راه نظامی به پیروزی برسند و حکومت افغانستان نیز میگوید که یک راه حل سیاسی میخواهد. ما هم میگوییم که راه حل سیاسی میخواهیم. آقای خلیلزاد در گفتگو با شبکه خبری PBS آمریکا تاکید کرده است که تامین صلح در افغانستان پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خوب است و این میگوید که در این صورت زمینه حضور گروه طالبان در روند انتخابات فراهم خواهد شد. مطمئنا این خوب خواهد بود که ما پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با طالبان به توافق برسیم، چون این گونه زمینه برای شرکت طالبان در انتخابات نیز فراهم خواهد شد. تلاش زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان در برای صلح افغانستان نتیجه نخواهد داشت. صلح افغانستان مربوط به خود افغانها میشه. خود افغانها بتوانه صلح و ثبات در افغانستان به وجود بیاره. گروه طالبان با نشر اعلامیه طرح صلح حکومت افغانستان که از سوی رئیس جمهور غنی در نشست ژنو ارائه شد را رد کردند. پیش از این هیئت گروه طالبان در نشست مسکو خروج نیروهای آمریکایی را از افغانستان به عنوان پیششرط آغاز مذاکرات صلح این گروه با حکومت افغانستان مطرح کرده است.